آریا جان سلام، نفر آخر. درود آرمین جان و بابک جان، امیدوارم که خوب باشی. خیلی خوشحالم که این سری بابک هم هست اینجا. من راستش میخواستم درباره موضوع دیگه صحبت کنم، ولی آقای محمد اومدن و درباره وضعیتشون صحبت کردن، من خیلی دلم سوخت و خیلی دوست داشتم که درباره اون موضوع هم حتما صحبت کنم و یه سری پیشنهادهای از سمت خودم به ایشون بدم. میخواستم بهشون بگم که خیلی خوب میشه که وقتی که مثلا درباره این موضوع ها مثلا بحث پیش میاد، همیشه عنوان کنی که مثلا فرض کن دین های خیلی زیادی در دنیا وجود دارن و اسلام هم یک دینیه مثل همه دین های دیگه. یعنی وقتی ارزش اسلام رو در یک محیط اسلام زده برای اون بچه بیاری پایین و مساوی کنی مثلا با ادیان هندو، ادیان مثلا بوداییسم و اینا، این باعث میشه که مسلما بدون این که مثلا اون بچه خیلی شدید برانگیخته بشه بر ضد اسلام، به خاطری که خیلی خیلی مهمه بچه‌ها توی اون سن، ممکنه مثلا اگه شما یه چیزی خیلی خیلی واقعیت رو دقیقاً بیاری بذاری جلوشون، ممکنه باعث عصبانیتشون بشه و ممکنه به قول خودشون مثلا بعدن ممکنه مثلا توی مدرسه صحبتی بکنن و براشون مشکل ایجاد بشه. ولی اگه که مثلا دین‌های دیگر رو عنوان کنی و بگی خب دین‌های دیگه هم هستن، خب این خیلی بهش کمک میکنه. این یه موضوع. موضوع دوم که خود آرمین هم بهش اشاره کرد، شکرایی. خیلی خوبه تفکر پرسشگرانه که مثلا بتونه بهش اجازه بدی و مثلا باهاش صحبت کنی و بهش اجازه بدی که سوال زیاد بپرسه. این خیلی همیشه یک چراغیه که کمکش میکنه توی زندگی. و اینکه به نظر من به شخص دینها واقعا ارزش یا حتی خدا واقعا ارزش وقت گذاشتن به اونقدر نداره و بیشتر مثلا سعی کنی به سمت علم و کنجکاوی بیشتر درباره علم و این چیزا اون رو سوق بدی، و این باعث میشه که اصلا از اون خط در واقع میاد بیرون و همیشه یک آدم پرسشگر و منطقی به اون جهت میره. حالا در نهایت اگه چه میدونم سنش بالای مثلا 18 رفت، خب ممکنه مثلا دین رو خیلی مثلا ضرر بخش ببینه مثل ماها و بخواد با دین واقعا مخالفت کنه، ولی تا اون لحظه به نظر من این عصبانیت رو داخل وجودش نباید هیچ جوری کاشت. این درباره موضوع، درباره موضوعی که میخواستم صحبت کنم این نه من قبل از اینکه بری سراغ موضوع بعد، فقط من تایید بکنم که این پیشنهاد این که به دینهای دیگه یا بچه ها رو معرفی کردن خیلی روش موثریه برای اینکه بفهمن که همشون اشتباهند و همشون بدون سندن و این خیلی روش موثریه. من فقط مخواستم این رو تایید کنم. بله بفرم. بله، درباره موضوع دوم که میخواستم صحبت بکنم که در واقع موضوع اصلیم بود، این بود که میخواستم بگم که من وقتی مثلا به صحبت‌های یک مسلمان یا مثلا افراد دینی گوش میکنم، میبینم که بیشتر حرفاشون صرفا از روی ناآگاهی میاد و جواب شاید به نظر من 70% سوالاتشون فقط یک کلمه هست به اسم تکامل. یعنی چقدر خوب میشه که مثلا این تکامل بیشتر و بیشتر آموزش داده بشه و بیشتر و بیشتر داخلش دقت بشه که اصولش چیه، چجوری و از کجا ناشی میشه. و مثلا من داخل سن بچگی یکی از علتهایی که مثلا من توی سن نوجوانی به سمت افکار خدا و این چیزا مطمئن شدم این بود که معلم علوممون تکامل رو به من اشتباه آموزش داد. یعنی تکامل برای من آموزش داد، ولی اینجوری آموزش داد که خب مثلا فرض کن این شکلیه، ولی برای من درباره مثلا اون نیرویی که باعث میشه بین تمام موجودات مثلا فرض کن یکی یکی سلکت بشه و مثلا بهترین موجودات بالا میاد، درباره اون خوب من نفهمیدم اونجا و فکر کردم تو ذهن من این بود که خب اگه این تکامل، پس بالاخره هرچی باشه یه دستی لازم داره که بخواد این تکامل خیلی اتفاقی رو کنترل کنه به سمت موجوداتی مثل ماها، در صورتی که این تکامل بدون هیچ گونه جادو جنبلی در واقع انجام میشه برای کسی که میدونه اون رو و به وسیله انتخاب طبیعی صورت میگیره. و در واقع وقتی دقت کنه اینه که بیشتر در واقع 99% از موجودات تا به امروز منقرض شدن و این خودش نشون میده که بین اونها گلچین شده و رسیده به اونجا. میخواستم در باره پیشنهاد کنم درست بیشتر صحبت بشه.
آره البته درسته، تکامل باعث شده که خیلی ایمانشون رو به خدا دست بدن. البته من یه چیزی هم اشاره بکنم، حتی بدون تکامل هم دلیلی برای وجود خدا وجود نداره. یعنی حتی اگه ما نمیدونستیم همه موجودات زنده از کجا آمدن، این هیچ وقت به هیچ شکلی نباید قوت بده به ادعای دیندارا، چون عدم دونستن این که یعنی اینو البته یه مغلطه بود که من و بابک با هم درست پیش بررسی کردیم. مغلطش اسمش چی بود؟ توسل به نادانی. یعنی اگه ما نمیدونستیم که مثلا جهان از کجا آمده، طبیعت از کجا آمده، حیوانات از کجا آمده، معنیش نیست که بر ادعای دینداران و جواب اونا رو قبول بکنیم. ندونستن معنیش نیست که، ولی خب الان خیلی هاشو میدونیم، ولی یه سری چیزای دیگه رو نمیدونیم. یعنی الان مثلا بیان شما توجیه بکنیم برای اینا که ما دیگه امروز میدونیم که همه حیوانات از کجا اومدن، بعد میگن که خب ما نمیدونستیم اولین سلول از کجا اومده، بعد الان میگیم نه الان دیگه اونم تقریبا تا یه حدی میدونیم، بعد میگم خب جهان رو نمیدونیم از کجا اومده، بعد میگم اونم تا یه حدی میدونیم، بعد میگن خب بالاخره به یه جایی خواهن رسید که نمیدونیم، میرسن به سر قوانین منطق و قوانین ریاضی، اینا اونا از کجا اومدن، خب اونا دیگه نمیدونیم. بله یعنی حتی جواب همه چی هم داشته باشیم، جواب خیلی چیزا هم داشته باشیم، بالاخره به یه جایی میرسه که جوابو نمیدونیم و دست میذارن رو اون، میگن آها اینی که اینجا نمیدونی اون خداست. برای همینم بهش میگن the god of the gaps یا خدای حفره ها. میشه خدای حفره ها؟ آره یعنی هم هر چیزی که نمیدونیم، این حفره هایی که هنوز علم انسان هنوز پرش نکرده رو، خداشون همونجا قایم شده، همینجا هم داره کوچیکا کوچیک‌تر میشه، ولی هیچ وقت هم این حفره ها کاملا بسته نمیشه، برای همین همیشه یه جا برای خودشون پیدا میکنه. دقیقا مثلا ندانستن معنی آگاهی نمیتونه بده، ندانستن صرفا ندانستنه. دقیقا آره دیگه، یعنی همینا بود. خیلی دوست داشتم در بحثای تکامل شرکت کنم اگه یه روزی انجام شد و این چیزا، چون من یه جورایی رشته من مرتبط هست و اگه که چیز شد که خیلی دوست دارم که منم بیام نید صحبت هایی رو کنم در برای این موضوع. ولی میکروفونتو بهتر کن. میکروفونم هنوز خرابه. میکروفونم توجه نشد. ماریا جان رشته تحصیلی در مورد چی هستش؟ من بیولوژی میکنم. آه اوکی بیولوژی بسیار عالی. فکر حالا سه بیولوژیست اینجا کنار هم دیگه ایستاده. واو عالیه، خیلی خوبه. میکروفون صدای هیس هیس میده یه ذره، مشکلشه. آره دیگه ساری دیگه بیشتر از این بهتر نش کنه. خب خیلی خوشحال شدم، موفق باشید. حتما به من یا به یاسر یه پیغامی بده، یه هماهنگی انجام میدیم ببینید چه سر. نه به عنوان مهمان برنامه نمیخوام بیام، فقط همین در حد نمیدونم پایین از پایین بخوام بیام بالا یه نظری بدم این چیزا، ولی خب شاید هم نمیدونم، شاید یه روز دیگه. خیلی متشکرم بابک جان، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و تا بعد فعلا.